چرا اسلام چندین فرقه شد؟ توی کتاب های حدیث از پیامبر اسلام نقل شده که ایشون میگن امت حضرت موسی بعد از اون به هفتاد یک فرقه تقسیم شدن امت حضرت ایسا بعد از اون حضرت به هفتاد دو فرقه تقسیم شدن و امت من بعد از من هم به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد و تنها یکی از این فرقه ها اهل نجات است چه این حدیث معتبر باشه و چه نباشه امروزه میبینیم که واقعا چنین اتفاقی افتاده و فرقه های زیادی در اسلام پدید اومده و نکته جالبم اینجاست که همه میگن اون فرقه اهل نجات ما ایم و بقیه منحرف شدگانن اما داستان این جدایی ها و گاهی این دشمنی ها چیه؟ بیایم برگردیم به 1440 سال قبل یعنی زمانی که اسلام ظهور کرده و هنوز یک دین تازه و جدید بود اون موقع هنوز پیامبر زنده بود و هر سوالی پیش می اومد خود پیامبر پاسخ میداد و حرف و حدیثی هم به وجود نمی اومد همه پیامبر رو به عنوان یک رهبر قبول داشتن و هر چی که می گفت رو قبول میکردند اما مشکل درست از زمانی به وجود اومد که حضرت محمد از دنیا میرن با رحلت پیامبر کم کم اختلاف نظرها و کشمکش های اعتقادی رو میشد اولین و مهمترین اختلاف نظر هم دقیقا بعد از رهلت پیامبر خودش نشون داد یعنی مسئله جانشینی شد گروهی اعتقاد داشتن که امام و خلیفه از طرف خدا تعیین میشه و پیامبر هم بارها و معرفی کرده و در مقابل گروه دیگه هم عقیده داشتن پیامبر برای خودش جانشینی انتخاب نکرده و اصولا تعیین امام و خلیفه مسئله انتخابیه که باید توسط مردم یا یه شورای مشخص بشه پس گروه اول به استناد واقعی قدیر و خم اعتقاد داشتن که علی ابن ابی طالب باید جانشین پیامبر و خلیفه مسلمین بشه و گروه دوم هم در مکانی گرده هم اومدن و ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردند. گروه اول بعدها به شیعه شهرت پیدا کردن و گروه دوم هم شدن اهل سنت این اتفاقات در سال 11 همه هجری قمری رخ میده و تقریبا این اختلاف نظر به وجود اومده تا همین امروز هم هست ولی مسئله فقط همین یک اختلاف نظر نبود کم کم چالش ها بیشتر شدن و کار به جایی کشید که هیچ راهی بجز جنگ برای حل اختلافات باقی نموند و مسلمون ها وارد جنگ داخلی شدند. این جنگ ها در دوره اتفاق افتادن که همه طرف های جنگ با پیامبر ارتباط داشتند. حالا یا از یاران نزدیک بودند یا از اقوام و اهل بیت محسوب می شدند و یا به طرق دیگه ایشون رو همراهی کرده بودند در واقع با رسیدن به دوره عثمان یعنی سومین خلیفه مسلمانان و قتل اون فتنه اول یا فتنه کشته شدن عثمان به وجود میاد و نخستین دوره از جنگ های داخلی اسلام شکل میگیره و خلافت تازه تأسیس عرب رو دو چهار چالش های زیادی میکنه بعد از عثمان علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم انتخاب میشه اما شورش ها و ناآرامی ها همچنان ادامه دارن و جنگ هایی هم مثل جنگ جمل و جنگ سفین و جنگ نهروان یا همون جنگ با خوارج اتفاق می توی جنگ سفین گروهی سپاهیان علی با شعار حاکمیت تنها از آن خداست از بیعت با خلیفه وقت یعنی علی ابن ابی طالب خارج میشن و به همین خاطر بهشون خوارج میگن خوارج در ابتدا یک گروه سیاسی نظامی بودند، اما بعدتر با استدلال به آیات و احادیث به اچکرنی خودشون رو موجه دونستن و تبدیل به یک فرقه مذهبی شدن و بعدها از دل همین تفکر فرقه های دیگه هم به وجود اومدن اما مسئله خوارج به همین سادهی که گفتیم هم نیست در واقع چالش اصلی اختلافات مربوط به عقاید خوارج و بقیه مسلمان ها مربوط به مسئله ایمان و کفر بود خوارج اعتقاد داشتن هر کسی گناه کبیر انجام بده کافره و با کافر هم باید مبارزه کرد از نگاه اونا کسی که گناهی انجام بده و توبه نکنه کافره و چون علی و سپاهیانش هم با پذیرفتن حاکمیت غیر خدا گناه کردن پس اونا هم کافرن و باید باهاشون جنگید به جز اینا خوارج اعتقاد داشتن ایمان داره درجات مختلفه و عمل رو هم جزو ایمان میدونستن پس هر عملی که با ایمان منافات داشته باشه باعث خروج فرد از دایره ایمان میشه و چون گناه کبیره هم عملی که با ایمان منافات داره پس مستاق کفر و اون شخص کافره. رفته رفته این تفکرات رواج پیدا کردن و این دیدگاه ها طرفدانی پیدا کردن که البته مخالفان زیادی هم درباره این عقاید اظهار نظر کردن. بعدها بین خود خوارج هم اختلاف نظرهایی به وجود اومد و اونا هم چندین فرقه شدن اما در همین بحث ایمان و کفر گروه دیگه ای به نام مرجعه روی کار اومدن که نقطه مقابل خوارج محسوب میشن مرجعه ایمان رو جدا از عمل میدونن و میگن اول ایمان و بعد عمل یعنی اگه کسی گناهی انجام بده ربطی به ایمان اون نداره و اینجوری نیست که با انجام گناه جزو کافران محسوب بشه این گروه حتی برای ایمان هیچ درجه قائل نمیشن و ایمان کسی که میگه مسلمان شده رو با ایمان انبیا مساوی میدونن یعنی این مرجعه چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ کلامی و عقیدتی در مقابل خوارج قرار میگیرن اما اینو هم بگم که اسم مرجعه به گروه های مختلفی اطلاق شده و خود این مرجعه هم به چندین فرقه و مذهب و گروه تقسیم میشه. بعضی از اونها جنبه سیاسی دارند و بعضی دیگه وارد مباحث عمیقتر اسلام و اعتقادات مثل ایمان و کفر و بخشش گناهان شدن که راجع بهش صحبت کردیم اما اولین گروه مرجعه در جریان شورش علیه عثمان پیدا شدند که میگفتن قضاوت درباره علی و عثمان رو باید تا روز قیامت به تأخیر انداخت تا خود خدا درباره حق و باطل اونا تصمیم بگیره پس جنگ و خونریزی رو باید تمام کرد و همه باید از حاکم وقت تبعیت کنند حالا میخواد این حاکم هر کی باشه پس این دیدگاه هم اول به صورت عقاید سیاسی اظهار شدن و بعد کم کم طرفداران این نگاه وارد مباحث اعتقادی عمیق شدند. شدن مباحثی که مربوط به علم کلام میشه که در ادامه بهش میپردازیم ولی قبل از اون بیایم یه مروری داشته باشیم ما تا اینجا گفتیم که بعد از پیامبر اولین اختلاف بر سر مسئله امامت و خلافت پیش اومد و بعد هم بحث مربوط به مسائل اعتقادی ایمان و کفر پیش اومدن که دو گروه خوارج و مرجعه در این باره اختلاف نظرهایی رو داشتن اما حالا سومین اختلاف یا به عبارتی سومین چالش مسلمان‌ها بحث آزادی و اختیار انسان در عمله در این باره یه عده اعتقاد داشتن انسان در اعمال خودش آزاد و مختاره که بهشون قدریه میگن و در مقابل اینا گروه جبریه بودن که اعتقاد به جبر و مختار نبودن انسان داشتند. بحث جبر و اختیار مربوط به مسئله قضا و قدر الهی میشه و زمانی مهم شد که مشرکان گفتن اگر خدا میخواست ما و پدرانمان مشرک نمیشدیم یعنی مشرکان مشیت الهی رو موجب جبر آدمی میدونستند و همین مسئله چالش بزرگی رو بین مسلمان ها به وجود آورد و یه تقسیم بندی دیگه هم به خاطر همین مسئله بین مسلمان ها به وجود اومد یعنی مسلمان ها به جبریون و قدریون تقسیم شدن البته منظور ما این نیست که مثلا مرجعه با قدریون متفاوتن یه شخص ممکن بود هم مرجعه باشه و هم قدریه به خاطر همین در بعضی از تقسیم بندی ها بعضی از این فرقه ها رو به عنوان یک فرقه مستقل نمیشناسند و اونو بیشتر به عنوان یک مکتب یا گرایش فکری میدونند. با این توضیحات میبینیم که رفته رفته مسائل و مباحث بنیادین اعتقادی مسلمان ها به چالش کشیده شدن و مکاتب مختلف هم به وجود اومدن که هر کدوم طرفداران خودشون رو پیدا کردن پس بزرگان اسلام و صاحب نظران این اعتقادات در هر مسئله اومدن و نظرشون رو گفتن و تونستن ادهی رو قانع کنن که این طرز فکر درسته مثلا ادهی گفتن که ما میتونیم در این مسائل به وجود اومده از عقل کمک بگیریم و فقط متکی به سنت و کتاب نباشیم البته منظور این گروه فقط مسائل پیش اومده جدید نیست اونا اعتقاد داشتند حتی مسائلی مثل توحید و نبوت و صفات خدا رو هم میشه با عقل اثبات کرد و یا گاهی هم اونا رو رد کرد اما در مقابل اونا گروههایی هم وجود دارن که به کل مخالف عقل گرایی و مخصوصا در اثبات مسائل اعتقادی استفاده از عقل رو جایز نمیدونن گروهی مثل اهل حدیث که اعتقاد دارن در اصول و فروع دین فقط باید به ظاهر قرآن و سنت عمل کرد پس حالا با توجه به این دو دیدگاه متفاوت سوال پیش میاد که در مسائل اعتقادی چقدر میشه به عقل رجوع کرد و چقدر باید به قرآن و سنت پایبند بود آیا اصلا میشه در این مسائل از عقل استفاده کرد این تقسیم بندی بر اساس خردگرایی رو تقسیم بندی بر اساس علم کلام هم میگن و مکاتبی که با این معیار جدا شدن رو مکاتب یا مذاهب کلامی میگن دوتا از مهمترین مذاهب کلامی معتزله و اشاعره هستند ولی پیش از پرداختن به این مکاتب بهتر این نکته رو هم بگم که وقتی داریم از مذاهب کلامی صحبت میکنیم باید بدونیم که با مذاهب فقهی متفاوت هستند یعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و همبلی که میشناسیم در بندی مذاهب فقهی قرار میگیرند که فعلا اینجا بهشون نمیپردازیم اهل حدیث کسانی بودند که در مسائل اعتقادی استفاده از استدلال عقلی رو قبول نداشتند و عقیده داشتن باید در مسائل اعتقادی فقط به سنت و حدیث و قرآن رجوع کرد مالک ابن انس امام مذهب فقهی مالکی محمد ابن ادریس شافعی امام مذهب فقهی شافعی و احمد ابن حنبل امام مذهب فقهی حنبل از بزرگان اهل حدیث در فقه به شما میان البته اینو هم باید بدونیم که خود اهل حدیث هم درجات مختلفی داشتند. مثلا بیشتر اونایی که اهل عراق بودند برای پیدا کردن احکام شرعی بیشتر از عقل استفاده میکردن و نظر شخصی خودشونو که بر اساس عقل بهش رسیدن رو بیان میکردن به این افراد اصحاب رأی هم میگفتن اصحاب رأی وقتی به حدیث برخورد میکردن اول نظر صحابه رو راجع به اون حدیث میخوندن و اگه اونجا بر سر حدیث اختلاف نظر وجود داشت از نظر و عقیده خودشون هم برای صدور حکم استفاده میکردن در مقابل عراقی ها اونهایی هم که در حجاز بودند نه تنها عقل رو به عنوان یک منبع مستقل برای اثبات عقاید قبول نداشتند، بلکه مخالف هر گونه بحث عقلی در مورد احادیث اعتقادی بودند ولی در مقابل این اهل حدیث یک جریان فکری دیگه هم به نام معتزله قرار میگیره که عقل رو اونا منبع و مبنای فکری خودشون قرار میدن اولین مروج این تفکر رو هم شخصی به نام واصل ابن عطا میدونند که کنارگیری اون از مکاتب فکری رایج اون زمان کلمه معتزله رو بر سر زبون ها میندازه چون اعتزال و معتزله به معنای کنارگیریه و کنارگیری واصل ابن عطا از بقیه مکاتب اون زمان این اسم رو به این مکتب کلامی میده واصل هم به تمام پرسش ها و چالش هایی به وجود اومده تا اون روزگار رو پاسخ میده مثلا دیدیم که کسی که مرتکب گناهی شده بود از نظر مرجع مؤمنه و از نظر خوارج کافر ولی واصل میگه این فرد مسلمان فاسقه یعنی یه چیزی بین نظر خوارج و مرجعه به عبارتی جایگاهی داره بین ایمان و کفر نه مؤمن واقعیه و نه کافر حتی درباره مسئله جبر و اختیار هم توضیحات کاملی میده که اگه دوست دارید بیشتر بدونید فایل پی دی اف منابع رو در کانال تلگراممون به آدرس دگی تا فیستوری قرار میدیم تا اونا رو هم بتونید مطالعه کنید اما بگذاریم معتزلی ها توی دستگاه حکومت عموی جایگاهی نداشتن اما دوران خلافت عباسی مخصوصا از دوره معمون تا دوره متوکل عباسی دوران اوج اونها بود معمون از عقاید معتزلی ها خوشش میاد و از اونها دعوت میکنه تا توی بغداد عقایدشون رو رواج بدن این حمایت تا جایی پیش میره که خودش هم معتزلی معرفی میکنه و به مقابله با اهل حدیث هم میپردازه توی این دوره که از اون به دوران مهنت یاد میکنن افراد زیادی از اهل حدیث مورد شکنجه قرار میگیرن و زندانی و تبعید میشن حتی در این دوره احمد ابن حنبل هم تبعید میشه ولی با روی کار اومدن متوکل عباسی معتزلی ها به هاشیه و تقریبا به سمت نابودی میرن پس حالا نوبت برخورد با معتزلی ها بود و در نهایت مکتب اشاعره از این فرصت استفاده و میتونه رشد کنه در واقع بعد از دوره متوکل حمایت از مکاتب فکری اهل حدیث بیشتر میشه و با این حمایت ها اندیشه های اعتقادی این گروه گسترش پیدا میکنه اشاعره یا اشعری ها توسط فردی به اسم ابوالحسن اشعری در اوایل قرن چهارم هجری گسترش پیدا کرد ابوالحسن در ابتدا در مجالس درس معتزلی ها حضور داشت و همزمان عقاید اهل حدیث رو هم دنبال میکرد با رسیدن به درجه اجتهاد بین معتزلی ها عقایدش تغییر کرد و بیشتر به اهل حدیث گرایش پیدا کرد اون با تعلیفات و سخنرانی هایی که داشت مبانی کلامی جدیدی به نام اشاعره رو پایه گذاشت که منبع اعتقاد رو کتاب و سنت میدونست اما برخلاف اهل حدیث بحث و استدلال و به کار بردن منطق رو در اصول دین جایز میدونست پیش از اشعری ها همبلی ها حتی بحث درباره مسائل اعتقادی رو حروم میدونستن حالا برای اینکه مسئله رو بهتر متوجه بشیم بیایم همون مثال جبر و اختیار رو یک بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم اهل حدیث به قضا و قدر الهی یا جب محض اعتقاد داشتن و طرف دیگه یعنی معتزله ها طرفدار اختیار مطلق انسان بودن مکتب اشاعره اومد و یه حد وسطی رو گرفت و طرفدارای زیادی رو هم کسب کرد اما حالا اینکه جزئیات این نظریه ها چی بودن و چطور هم طرفدار جبر بودن و هم طرفدار اختیار رو اصلا واردش نمیشیم در واقع صحبت درباره عقاید و نظرات هر کدوم از این مکاتب کلامی کار بسیار زمانبر و سختیه که هم نیاز به تخصص و مطالعه زیاد داره و هم پیدا کردن منابع بیطرف و کامل توی این زمین واقعا چالش برانگیزه ما هم تا اینجا تلاش کردیم تا به طور خلاصه سیر تاریخی و دلایل ایجاد فرقه ها و مکتب های مختلف اسلام رو بررسی کنیم به خیلی از مکاتب و مذاهب اشاره ای نکردیم چون وارد شدن به هر کدوم مثل ورود به یک مسیر بی انتهاست و جنبندی و طبقه بندی مطالب رو برای ما کار سختری میکنه به خاطر همین در این قسمت اصلا به مذاهب فقهی و مخصوصا مذاهب چهارگانه اهل سنت یعنی همون هنفی و مالکی و شافعی و همبلی نپرداختیم و فقط همینقدر اشاره کردیم که اعتقادات اونها بیشتر بر پایه اهل حدیث هستند که دربارشون صحبت کردیم به طور خلاصه بگم مسلمان از نظر فقهی و آنچه که به فروع دین و مسائل عملی مربوط میشه فرق فرق شدن فرقه مثل زیدیه، هنفی، جعفری، شافعی، مالکی، همبلی، اسماعیلی، دوازده امامی و دهها فرقه دیگه که هر کدوم هم فقه مخصوص خودشونو دارن اما اونو از لحاظ اعتقادی و چیزهایی که مربوط به ایمان و اعتقاد اولیه مسلمانان هم میشه هم فرقهای زیادی رو تشکیل دادن مثل معتزله اشاعره و مرجعه که تو این ویدیو دربارشون صحبت کردیم در واقع این اختلافات در مسائل کلامی یا همون مسائل اعتقادی باعث میشه که مسلمین در بینش اسلامی وحدت نداشته باشن و اختلاف در مسائل فقهی هم باعث میشه که عمل مسلمانان هم یک نواختی خودشو از دست بده اما سوال اینجاست که آیا میشه این اختلافات و تفاوت عقاید رو کنار گذاشت؟ در پایان لطفا اگه منبعه خوبی برای این مباحث میشناسید معرفی کنید و اگه به این موضوعات علاقه دارید پیشنهاد میکنم حتما ویدئوی ما درباره فرق فرق شدن مسیحیت رو ببینید من همیت هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه تا قسمت بعد خدا نگهدار